زین الدین زیدان، بهترین فوتبالیست 2002 تا 2006 معرفی شد، ولی یک حرکت زشتی آخرین لحظه انجام داد که کارت سرخ گرفت، از بازی فینال بیرون شد، فرانسه هم مغلوب شد و ایتالیا به ظاهر جام قهرمانی جهان رو دست گرفت و بوسه می زدن و می پرستیدن و تو زمین شادمانی می کردن، شادی می کردن. زین الدین زیدان با یک کارت سرخ اخراج شد. حرکتش خیلی زشت بود، اگر که مشاهده کردید، داور ندید اما کمک داور دید، منجر به اخراجش شد. چون حرکت ظاهرش زشت بود، اخراجش کردن از بازی. بازی باید زیبا صورت بگیره. اما در مصاحبه‌ای که با زین الدین زیدان کردن که چرا تو با سر، تو که خیلی با ادب بودی، تو که وقتی گل میزدی دستت به بالا بلند میکردی، خدایا تو که از پول فوتبالی که در میآوردی صرف فقرا میکردی، تو که سبب اسلام چند تا از بازیکنان فرانسه شدید، چطوری بیتاقتی کردید؟ با سر زد تو سینه اون بازیکن ایتالیایی. اما مصاحبه ای که باش کردن میدونی علتش چی بود؟ که این خونش به جوش آمد، بهش گفته بود که شما مسلمان ها تروریستید. فوتبال رو فدا کرد، این کلمه غیرتش رو به جوش آورد. شما میدونی که در آخرین لحظه اینو از بازی فینال جام جهانی بیرون بکنند، اگر در کشور ما بود چی میشد؟ اگر در یک کشور اسلامی بود چه دادگاهی براش تشکیل میدادن؟ یک مملکتی رو چه به هم زده، آبروی یک مملکتی رو بازی کرده، همم قضاوت کرده، خیلی کار زشتی کرده. اما امروز زمزمش در دنیا پیچید که اینو به جان و دل خرید، گفته به من توهین کرد، به اسلام من و دین من توهین کرد، به آبروی کل مسلمان ها. اون بازیکن ایتالیایی میگه، برگشته به من گفته شما مسلمان ها تروریستی تو بازی. من اول میخواستم ول کنم، اگر شخصی بود میزد لگد تو پامو، منو به زمین میزد، مشکلی نبود، اهانت به دین من کرد. جوانهای ما توی کشور اسلامی، اون تو قلب اروپا، شاید نزدیک 1 میلیارد نفر بازی جام جهانی فینال رو تماشا میکردن، زنده و غیر زنده از کانال های تلویزیونی. ولی برگشت سرش رو زد تو سینش، از زمین با افتخار آمد بیرون، بازم معرفیش کردن که این آقای گل و بهترین بازیکن دنیاست.